خواست امارت اسلامی مبنی بر اشتراک معنادار در نشست دوحه. سرپرست وزارت خارجه در دیدار با نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته حکومت سرپرست چگونگی اشتراک نماینده امارت اسلامی در این نشست را ارزیابی میکند. دی ناست که شغلی نکلاسیم در دوحه دریپ ناست که در افغانستان اسلامی امارت دستازو در گردون پر اهمیت چنگار وکل چی پترس که باید پر مهم و مسائل بحث او خبریت تری وشی. گرد آوری 186 میلیون افغانی باقیداری صرفی برق از مقامات حکومت پیشین. شرکت برشنا میگوید این مقدار پول را پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی در همکاری با وزارت داخله، ریاست استخبارات و وزارت دفاع گرد آوری کردند. 168 میلیون افغانی قرضداری را ټول کړو چې اوس هم دا پروسه روانه ده. نهایی سازی یک راهکار تازه از سوی وزارت معارف برای مکتب‌های خصوصی. بر اساس این راهکار اخذ فیس مکتب‌های خصوصی از دانش آموزان کنترل خواهد شد. لوړ کیفیت او متوسط کیفیت او پایین کیفیت دا حالت باندې په اعلی او اوسط او ادنا باندې متقسم کړي، نو د هغوی هغه ظرفیت ته په کتو سره به دوی له زده کوونکو څخه بیا فیسونه اخلي. اشتراک هیئت از وزارت فواید عامه در مجموعه سالانه منطقه‌ای خاورمیانه در اردن. و واکنش ها به طرح پیشنهادی جو بایدن مبنی بر آتش بس در نوار غزه. امروز یک شنبه است، 13 جوزای 1403 خورشیدی. من رازقیار هستم. سرپرست وزارت خارجه در دیدار با نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان خواهان اشتراک معنادار در نشست سوم دوحه شده است. معاون سخنگوی وزارت خارجه میگوید امیرخان متقی در این دیدار گفته است که چگونگی اشتراک نماینده امارت اسلامی در این نشست را ارزیابی میکنند. به گفته ضیا احمد تکل، توماس نیکلاسن در این دیدار اشتراک نماینده امارت اسلامی در نشست سوم دوحه را با اهمیت خوانده است. قرار است که در کمتر از یک ماه دیگر نشست سوم دوحه پیرامون افغانستان برگزار شود. نشستی که برای ایجاد هماهنگی آن نمایندگان کشورها به افغانستان و کشورهای منطقه سفر می کنند. در تازه ترین مورد هم نماینده ویژه اتحادیه اروپا در سفرش به کابل با سرپرست وزارت خارجه درباره اهمیت حضور نماینده امارت اسلامی در این نشست گفتگو کرده است. دی ناسته که شغلی نکلاسم در دوحه دری په ناسته که د افغانستان اسلامي امارت د استازو د ګډون پر اهمیت ټینګار وکړ چې په ترڅ کې به پر مهمو مسایلو بحث او خبرې اترې وشي. اما سرپرست وزارت خارجه در این دیدار گفته است که امارت اسلامی چگونگی اشتراک نمایندهش در این نشست را ارزیابی می کند. به گفته معاون سخنگوی وزارت خارجه آقای متقی در این دیدار افزوده است که امارت اسلامی خواهان اشتراک معنادار در این نشست است. از ګوري نړیوال چارواکي کله چې افغانستان ته راځي تر ډېر دوی کوشش کوي چې دغسې مواردو کې د اسلامي امارت افکار مطالعه کړي، یا کوشش یې دا وي چې اسلامي امارت دریز وګوري چې د دوی په افرادو کې مختلف افرادو سره چې کتنه کوي دغه دریز په کومه کچه کې ده. غواړي چې همدغه شرط شرط چې نړیوال لخوا نه ورته وضع شوي دي په همدغه شرط شرط باندې اسلامي امارت تر هغه میز ورسوي. د اسلامي امارت لخوا نه چې کوم شرطونه وضع شوي دي هغه باندې غواړي چې اسلامي امارت سره خبره وکړي او هغه څخه را تیر کړي. چې فکر کوم چې دا د اسلامي امارت اصل اصول پر خلاف ده او دې کې باید نړیوال هم تمکین وکړي. پیش از این نیز دو هیئت جداگانه از سازمان ملل متحد و قطر در دیدار با مقام های امارت اسلامی بر شرکت حکومت سرپرست در نشست سوم دوحه تاکید کرده بودند. سومین نشست نمایندگان ویژه کشورها با میزبانی دبیر کل سازمان ملل متحد درباره افغانستان قرار است که در 31 ماه جون و اول جولای سال روان میلادی در قطر برگزار شود.
سرپرست وزارت سرحدات اقوام و قبایل میگوید برای ایجاد کار و سهم دادن شهروندان در بدنه حکومت نیاز به زمان است. نورالله نوری در دیدار با شمار از بزرگان قوم بلوچ میگوید که افغانستان پس از 14 جنگ حالا فرصت این را دارد تا به مرور زمان به شهروندان کشور زمینه کار را فراهم کند. او تاکید میکند که امارت اسلامی در تلاش است تا شهروندان کشور را ترک نکنند و با استفاده از نیروی بشری آنان افغانستان را به خود بسندگی برسانند. سرپرست این وزارت همچنان تاکید میکند که حکومت سرپرست در تحکیم نظام اسلامی، تأمین امنیت، آزادی و وحدت تا کنون موفق بوده و روی عرضه خدمات به شهروندان نیز کار جریان دارد. خانواده های قربانیان قایق غرق شده در ننگرهار خواهان پیدا کردن اجساد بستگانشان هستند. اما مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار میگوید که تعداد سرنشینان قایق غرق شده حدود 30 تن بوده که 17 تن آنان نجات یافته، 8 جسد پیدا شده و 2 جسد هنوز هم ناپدید هستند. به گفته آنان تلاش ها برای پیدا کردن اجساد ناپدید شده هنوز هم جریان دارد. عبدالغفار 40 ساله که باشنده منطقه بیلی ولسوالی مومندری ننگرهار است میگوید روز شنبه در رویداد غرق شدن قایق 3 عضو خانواده اش جان باختند و 3 تن دیگرشان نیز زخم برداشتند. او با صدای بغض‌آلود داستان آن لحظه ای را روایت میکند که جنازه 3 عضو خانواده اش را در پیش روی خانه ایشان گذاشته بودند. دونه ورندرګانی وی او نو خپل ماشومان وسره د یو ورندر میچو ډار کړتل په حال او د بل ورندر میچو خپل ماشومی دغه تا ورو ډاکټر تا ورو جده مړه شو له او خزه خپل مات دي په شپخانه کې ده دوی ور هڅه کړو چې راوي بس وروي نسته ده جده مړه ده او د خزه شپخانه کې ده. جسد های دو تن از قربانیان این رویداد هنوز هم به دست نیامده و باشندگان محل به هدف پیدا کردن این جسد ها تلاش های دوامدار به خرج می دهند. اما به گفته آنان افزایش آب این دریا روند جستجو را با چالش روبرو کرده است. خورکه و اپل و بیله که واده شوی و راتلل پلار کرد. خپل بچه هنو مرسر و بچه هنو زخمی هنو اغای انشالله و سخدی. خورکه هنو تروسا جسد ندارم هرم شوی و رک دی. دو کسان چی هم زنانه دی یا سڑه دی وڑی دی او رک دی. کلیوال هم پسی دی او ډیر خلک هم پسی دی خو ورته پیدا کیږي نو حکومت نن دا هیله چې موږ سره همکاري وکړو. دا پیښه زموږ د نیکونو د وخت نه شروع دی او بس کشتۍ چپه کیږي او مړی کیږي او زخمیان کیږي او زموږ د خیریه موسسو څخه د دولت څخه دا تقاضا ده چې دلته موږ نه لار لرو نه کلینیک لرو نه بل سهولت لرو. در همین حال مسئولان محلی میگویند که مسئولان و باشندگان محل همزمان با این رویداد خود را به محل رساندند که افزون بر نجات دادن جان 17 تن به شمول زنان و کودکان، جسد 8 تن را نیز از دریا بیرون و هنوز هم جستجوی جسدهای ناپدید شده ادامه دارد. در دی خلق و ولسوالی تا یا کلینیکونو تا یا بازار تا در تک را تک لاره بلکل شتنه. ایوازنی هم دقیقه کشتی لاره به جدید ترازی. دیش کسا پا کشتی که سپارو چه اغیل جمله سخه لس کسانو خپل جون بیللی چه اغیل که دا تو کسانو جسدونه در خود مشمان بیرون پیدا سیوی و باکی دو کسانو جسدونه لاورکی. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار چالش های باشندگان محل را میپذیرند و اطمینان میدهند که در آینده نزدیک به هدف ساخت جاده تیم های سروی را به محل میفرستند. شرکت برشنا از گردآوری 186 میلیون افغانی باقیداری صرفی برق از مقامهای حکومت پیشین خبر می‌دهد. مسئولان این شرکت می‌افزایند که این مقدار پول را پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی در همکاری با وزارت داخله، ریاست استخبارات و وزارت دفاع گردآوری کردند. اما باشندگان پایتخت با استقبال از گردآوری باقیداری‌های شرکت برشنا خواستار تأمین بیشتر برق مورد نیازشان در تمامی فصلهای سال از سوی این شرکت هستند.
مسئولان شرکت برشنا می گویند که پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی در افغانستان، کمیسیون به رهبری این شرکت متشکل از وزارت داخله، دفاع و ریاست استخبارات به هدف گردآوری باقیداری صرفه برق ایجاد شد. سخنگوی این شرکت می افزاید که به همکاری این کمیسیون توانستند تا کنون 186 میلیون افغانی باقیداری صرفه برق را جمع‌آوری کنند و این روند هنوز هم جریان دارد. موږ وکولای سوای چې تر دې مهاله چې زه ستاسو سره خبرې کوم 180 میلیونه افغانۍ قرضداري راټولې کړو، چې اوس هم دا پروسه روانه ده او هڅه کوو چې د دې پروسې د بشپړېدو سره سره داسې یو حالت ته ورسیږو چې د برښنا څخه څوک پوروړی نه وي. در همین حال برخی از باشندگان پایتخت با استقبال از گردآوری باقیداری صرفه برق توسط شرکت برشنا خواستار تامین بیشتر برق مورد نیازشان در تمام فصلهای سال از سوی این شرکت هستند. بهترش این است که ما همی خودکفایی خود داشته باشیم سر داخل افغانستان این پولا مصرف شد سرمایه‌گذاری شد تا که در آینده ما از این مسئله برق هم سای خلاص شدیم. در زمستان یا تابستان ما باید اگر 24 ساعت برق نداشته باشیم 16 ساعت یا 14 ساعت برق داشته باشیم، چون بدون برق نمیشه نه در تابستان نه در زمستان امکانش نیست، بسیار مشکل است. قرضه های خود را به دست آورده، امیدوار هستیم که در زمستان آینده و یا در بهاری که فعلا میآید در گرمی و مردم افغانستان برق ضرورتشان را تهیه کنند. از سوی هم برخی از آگاهان مسائل اقتصادی بر استفاده از پول گردآوری شده و سرمایه گذاری های بیشتر به هدف تامین و افزایش انرژی مورد نیاز کشور در منابع آب، باد و آفتاب تاکید می ورزند. ما و شما در افغانستان منبع فوق العاده خوب شعاعات آفتاب داریم. منبع دوم باد است. منبع سوم انرژی تولیدی برقی که در رابطه با بند برق ما و شما میگیم و چهارم زغال سنگ است. این در حالی است که در حال حاضر بیشتر برق مورد نیاز از کشورهای دیگر به ویژه تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران وارد کشور می شود و نیاز است تا سر وقت پولها نیز پرداخت شود. وزارت معارف از نهایی سازی یک طرز العمل برای کنترل اخذ فیز مکتب‌های خصوصی از دانش آموزان خبر می‌دهد. سخنگوی این وزارت می‌گوید که این طرز العمل شامل سه کاتگوری از جمله کیفیت بالا، متوسط و پایین است. همزمان با این، شمار از دانش آموزان مکتب‌های خصوصی از اخذ فیز بلند در مکتب‌های خصوصی انتقاد می‌کنند. شماری از دانش آموزان مکتب‌های خصوصی از اخذ فیس بلند در مکتب‌های خصوصی انتقاد می‌کنند و می‌گویند که برخی از مکتب‌های خصوصی از دانش آموزان فیس بلند می‌گیرد. آنان می‌افزایند که دانش آموزان توانایی پرداخت این فیس بلند را ندارد و باید در این عرصه توجه جدی شود. در بعضی مکاتب فیس از شاگردان زیاد گرفته می شود و خانواده آنها توانمندی فیس دادن آنها را ندارد. زین مکتبونو که فیسونه دیر جیگ غسل کیگی او کورانه توان نلری چی دخپلو ماشومانو فیسونه تحویل کردی. دولت سخمده هیله ده چه باید فیسونه کم شی. همزمان با این رئیس اتحاده مکتبهای خصوصی این چالش را می پذیرد و از مسئولان مکتبهای خصوصی می خواهد که از گرفتن فیس بلند خودداری کنند. هغه مکتبونه چې په جګ فیس اخلي دوی د ارزیابي وسي، دوی د بررسي وسي، که چېرته خپل فیسونه نه ټیټوي حتی مکتبونه دې ورته ملاق کړي. نو په اوس حالات کې د زر افغانیو نه جګ فیس اخیستل دا واقعا ظلم دی، د دې ولس سره ظلم دی، د آینده نسل سره ظلم دی. همزمان با این سخنگوی وزارت معارف از نهایی سازی یک طرز العمل برای کنترل اخذ فیس در مکتبهای خصوصی از دانش آموزان سخن میزند. تعلیمات خصوصی لپاره ځانګړی تګلاره جوړه کړې سي، په درې کټګوریو باندې تقسیم کړې وي سي، لوړ کیفیت او متوسط کیفیت او پایین کیفیت، د حالت باندې په اعلی او اوسط او ادنا باندې متقسیم کړي دي. نو د هغوی هغه ظرفیت ته په کتو سره به دوی له زده کوونکو څخه بیا فیسونه اخلي. بر بنیاد اطلاعات اتحادیه مکتبهای خصوصی، حدود 4000 مکتب ابتدایه، متوسطه و لیسه خصوصی در سراسر افغانستان وجود دارد و هزارها دانش آموز در این مکتب ها مصرفی آموزش هستند.
وزارت صحت عامه در برنامه گرامی داشت از روز جهانی شستن دست ها میگوید که شستن دست ها نقش کلیدی در کاهش بیماری ها و مرگ و میر دارد. معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه می افزاید که شستن دست ها 24% از بیماری اسهالات و سوء تغذیه جلوگیری می کند. همزمان با این نماینده سازمان جهانی بهداشت از همکاری این نهاد با وزارت صحت عامه اطمینان می دهد و همکاری دیگر نهادهای مسئول را برای ترویج این فرهنگ سودمند می دانند. باز هم خوش آمدید. هیئت از وزارت فواید عامه در مجمع سالانه منطقه‌ای خاورمیانه در کشور اردن شرکت کرد. سخنگوی این وزارت میگوید که در این نشست نمایندگان کشورهای عضو در مورد خدمات یکسانسازی و الکترونیکی شدن راه آهن گفتگو کردند. از سوی هم اتاق صنایع و معدن میگوید که توجه به راه آهن و سرمایه گذاری در این زمینه در افزایش روابط بازرگانی افغانستان با کشورهای منطقه نقش مهم دارد. وزارت فواید عامه میگوید که هیئت بر ریاست معین راه آهن این وزارت در مجمع سالانه منطقه خاورمیانه در کشور اردن شرکت کرد. با گفته سخنگوی این وزارت در این نشست نمایندگان کشورهای عضو بالای سرعت و افزایش انتقال کالاهای بازرگانی در بنادر، الکترونی شدن سیستم ها و توجه بیشتر در راه های آهن از موضوعات مهم در مجمع سالانه منطقه خاورمیانه بوده است. هدف این نشست خدمات بهتر ریلی، یکسانسازی خطوط آهن کشورهای عضو، ایجاد دهلیزهای جدید، دیجیتالایزیشن و ساده‌سازی سیستم‌ها، تسریع انتقالات، کاهش قیمت‌ها، کاهش آلودگی هوا، هماهنگی و همکاری بین کشورهای عضو بوده و همچنان سیستم‌های جدید مخابراتی و ارتباطات در این نشست نیز معرفی گردید. در همین حال اتاق صنایع و معادن می گوید که راه های آهن کم هزینه ترین راه برای انتقال کالاها به بیرون از کشور است و باید سرمایه گذاری های بیشتر در این زمینه انجام شود. از اینکه افغانستان مهاد به خشکه هست، بس ترانزیت و راه آهن های افغانستان در حد مرزها رسیده و ما می تانیم به خاطر نظر سیاسی اقتصادی که وصل شد با کشورهای منطقه برای افغانستان عایز اهمیت است. کاهش از اینها در انتقالات و جابجایی کالاهای ترانزیتی، صادراتی، وارداتی ما بسیار مهم است. اتحادیه صنعتکاران به این باور است که در حال حاضر از طریق راه‌های آهن حیرتان، تورغندی و آقینه بیشترین داد و ستد انجام می‌شود و نیاز است تا پروژه افغان ترانس کارش تکمیل شود که آسیای میانه به جنوب آسیا وصل شود. ما میتونیم که از راه‌های آهن که از ایران به ایران وصل میشیم، از ترکمنستان وصل میشیم، از پاکستان وصل هستیم و همینطور که افغان ترانس که از آسیای مرکزی تا آسیای جنوبی وصل میشیم برای افغانستان بسیار مهم است. پیش از این اداره راه آهن کشور آمار داده بود که در دو ماه سال روان خورشیدی حدود 472500 تن انتقالات از طریق راه‌های آهن انجام شده است. به این ترتیب می رسیم به پایان خبر شش. وقت بر همه شما خوش.